به نام خداوند یکتا و توانا و بیننده های گرامی سلام بر شما. توجه کنید به مجمع خبری این ساعت از شمشاد. امروز سه شنبه 27 سنبله 1403 خورشیدی که برابر می شد با 17 سپتامبر سال 2024 میلادی. در آغاز سرخط خبرها. آغاز فعالیت دوباره سفارت افغانستان در عمان. این سفارت توسط دیپلمات‌های حکومت سرپرست دوباره به فعالیت آغاز کرد. اطمینان از توشیح قانون رسانه‌ها در آینده نزدیک، اما خبرنگاران از عدم دسترسیشان به اطلاعات شکایت دارند. و دستور جذب 180 هزار نیروی تازه به اردوی روسیه. مشروع خبرها با من میرویس هوتک. سفارت افغانستان در عمان توسط دیپلمات‌های حکومت سرپرست دوباره به فعالیت آغاز کرد. وزارت امور خارجه میگوید فعالیت این سفارت به هماهنگی کشور میزبان آغاز شده که روابط دوجانبه میان کابل و مسقط را تقویت خواهد کرد. کارشناسان آغاز دوباره فعالیت افغانستان در عمان را مفید می‌خوانند و می‌افزایند که با این کار حکومت سرپرست یک گام دیگر به تعامل با جامعه جهانی نزدیک می شود. از حاکمیت حکومت سرپرست در کشور سه سال می گذرد، اما با وجود که به رسمیت شناخته نشده، باز هم شمار از کشورهای منطقه و جهان سفارت ها و نمایندگی های سیاسی افغانستان را به حکومت سرپرست سپردند. با تازگی وزارت امور خارجه گفته است که سفارت افغانستان در پایتخت عمان به واسطه دیپلماتان حکومت کنونی دوباره فعال شده و فعالیتشان را در اینجا به طور نرمال به پیش میبرند. مسئولان این وزارت میگویند سفارت افغانستان در مسقط در تفاهم با کشور میزبان فعال شده و فعالیت های خود را به روز یک شنبه گذشته رسما آغاز کرده است. د عمان سلطنت پلازمینه مسقط کې د افغانستان سفارت چارې د اسلامي امارت بهرنیو چارو وزارت د ډیپلوماټانو له لوري په منظم ډول ترسره کیږي او ټولو ته خبر ورکول کیږي چې یاد سفارت د افغانستان او عمان د وګړو لپاره د 1446 هجري قمري کال د درېمې میاشتې د 15 نیټې چې د یکشنبه ورځ راځي لدغه ورځ را په دې خو خپل فعالیتونه او خدمتونه په عادي ډول پیل کړي دي. با گفته تکل با فعال شدن سفارت افغانستان در مسقط روابط همه جانبه میان کابل و مسقط در آینده بهتر و رونق خواهد یافت. د کوربه هیواد په همکاری د یاد سفارت د فعالیتونو بیا پیل کېدل به د کابل او مسقط ترمنځ د سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو او دینی اړیکو په پیاوړتیا کې رغنده رول ولوبوي. صاحب نظران فعال شدن از سفارت افغانستان در مسقط پایتخت عمان را مؤثر می دانند و می افزایند که با این امر افغانستان به سطح جهان به تعامل با کشورها یک قدم دیگر هم نزدیک تر خواهد شد. در عمان در هیواد سر دیپلماتیک اړیکې په حقیقت کې د دې ثبوت دی چې موږ په نړۍ کې د تجرید د حالت څخه د تعامل او د ګډ ژوند د دیپلماتیک اصل ته راګرځو. هیله ده چې په خپلو کورنیو سیاستونو کې په اصلاحاتو باندې دا پروسه نور هم ګړندۍ کړو تر څو پورې چې افغانستان خپل نړیوال موقف او نړیوال حق ترلاسه کړي. دولت ها همیشه رابطه می داشته باشن. هر ارتباطی که با کشورهای مختلف ایجاد میشه طبیعی است که به نفع افغانستان است و این کشورها می توانند در افغانستان سرمایه گذاری کنند، ارتباط با افغانستان داشته باشند، با افغانستان سفر کنند و افغان ها در اونجا مسکن گزین هستند یا تجارت میکنند. در هر صورت از نظر اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به نفع افغانستان است. یک هفته قبل از فعال شدن دوباره سفارت افغانستان در عمان، بلک سفارت افغانستان در ناروی مسدود شد و قرار است به تاریخ 27 ماه سپتامبر روان سفارت افغانستان در لندن هم فعالیت خیش را تا مدت زمان نامعلوم متوقف سازد. وزارت اطلاعات و کلتور از توشیح قانون رسانه ها در آینده نزدیک خبر داده است. مقام های این وزارت در کنار آغاز پروسه توزیع جوازنامه های آنلاین برای رسانه ها میگویند سال گذشته جهت جلوگیری از سوء استفاده و شناسایی به خبرنگاران کارت های هویت توزیع کردند.
مسئولین می افزایند جلو غصب مناطق تاریخی و قاچاق آثار تاریخی را نیز گرفتند و در پیوند به آن به شمول اتباعی داخلی و اتباعی خارجی نیز بازداشت شدند. بر دوام تشریح دستاوردهای یک سال گذشته اداره های حکومتی، این بار وزارت اطلاعات و کلتور فعالیت های کاری یک سال گذشته خیش را با رسانه ها شریک ساخت. مسئولین وزارت اطلاعات و کلتور در این نشست می گویند در حال حاضر حدود 370 رسانه متعدد در سراسر کشور فعالیت می کنند و در آینده هم بر رسانه های تازه تأسیس گردیده مطابق به ارزش های اسلامی، منافع ملی و عنانات افغانی جواز های فعالیت را می دهند. مقامات هرچند مشکلات را در بخش دسترسی خبرنگاران به اطلاعات و ایجاد قوانین رسانه ها می پذیرند، اما از توشیح قانون رسانه ها در آینده نزدیک خبر می دهند. بیا آقا قانون لیژل سوی تصویجه در هیواد در طول و ادارو قوانین تر بررسی لنده دی طبعا وقت با آخی حدس و کوشش داده چه دست و قانون مجو تصویل رو چې تر ډیره پورې زموږ د خبریالانو حقوق هغه حقوق چې اسلام موږ ته راکړي دي او زموږ د هیواد د اولیا منافعو سره په ټکر کې نه وي هغه پکې خوندي سي. امیدوار یو چې ډیر ژر قانون راورسیږي، توشیح سي د مشرتابه د خوا څخه او موږ ته په اختیار کې راکول سي. مقامات میگویند پروسه جوازدهی را به طور آنلاین بر رسانه های تصویری، صوتی و چاپی آغاز کردند و برای ارزیابی محتوای کتاب ها غرض بررسی کاری یوتیوب چنل ها و کمیسیون طرز عمل را ترتیب کردند. آنان همچنین می افزایند سال گذشته به 670 خبرنگار کارت های هویت را توزیع کردند که هدف اصلی توزیع این کارت ها شناسایی هویت خبرنگاران و جلوگیری از سوء استفاده از نام آنان عنوان شده است. تر ټولو مهم پکې خبرنگارانو ته 640 خبرنگارانو ته د هویت ځانګړي کارتونه ویشل دي. دا پروسه د وړاندې څخه شروع شوې وه. د دې پروسې د شروع کېدو څخه هدف دا و چې خبریالان مشخص هغوی چې مسلکي خبریالان دي او اداراتو ته تګ و راتګ لري د دوی دپاره ستونزې او مشکلات نه وي او زموږ په هیواد کې به کره شمېر د خبریالانو معلوم سي، بیا به د خبریال په نوم باندې څوک سوی استفاده نسي کولای. مقامات این وزارت مانند معدن مس عینک از قاچاق و غصب بسیاری از مناطق و آثار تاریخی ولایت کشور و همچنین ملکیت های دولتی جلوگیری کرده و در این مورد حلقات مافیایی را نیز بازداشت نمودند که در میان آن اتباعی خارجی هم شاملند. از سوی دیگر برخی دیگر از مقامات این کشور میگویند سال گذشته در بخشهای بلند بردن ظرفیت جوانان بیش از 300 سمینار و ورکشاپ ها را راه اندازی کردند و با 100 پوهنتون های خصوصی، انستیتوت ها و مراکز تعلیمی تفاهم نامه های همکاری را نیز به امضا رسانیدند. نو دغه پرمان لمخینه هم دغه خود سره کیندنو مخونی ولسوله هم د قاچاق مخونی ولسوله سی پر دولس قطعه د هیواد په اکثر ولایتونو کې جای په جای سوله. یعنی موږ ویلی سو چې هر میاست لسګونه سونه دغه شاسار سی ځینې خلک هڅه کوي دی یا دی استلو یا دی نقلو یا دی خرسلاو نو هغه موږ په بیلابیلو شکلونو باندې دغو مخه نیولې ده. په دې وروستیو کې موږ یو ډیره لویه مافیا ونیوله په همدغه شکل باندې چې دوی ویلي چې له موږ سره دغسې مجسمې پرتې دي، آثار پراتې دي. له سلو خصوصي او خصوصي پوهنتونونو، انسټیټیوټونو او ښوونیزو مراکزو سره تفاهمنامې لاسلیک شوي چې په مرکز او ولایاتو کې 1501 تنو ځوانانو ته د وړیا او 1,001 تنو ځوانانو ته په تخفیف د زده کړو زمینه برابره شوې ده. در همین حال معین گردشگری مالی و اداری این وزارت میگوید در ظرف یک سال گذشته حدود 9000 سیاح خارجی از مناطق مختلف تاریخی و تفریحی کشور دیدن به عمل آوردند. به گفته وی غرض جلب توریسم در بخش ویزادهی برای سیاحان خارجی تسهیلات را به میان آورده و در بسیاری از ولایات کشور شمار زیاد از مناطق تفریحی را ایجاد و به بهره برداری سپرده است. همدارنګه په افغانستان کې د ګرځندوی صنعت په برخه کې تقریبا 3000 شرکتونه ثبت شوي دي چې په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه په زرګونو افغانانو هیوادوالو ته د کار زمینه مساعده شوې ده. د اطلاعات او فرهنګ وزارت ژمن ده چې د سیلانیانو لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي. په همدې موخه په سیاحتي سیمو کې لکه ځاځي اریوب، کاپیسا، نورستان او غور
ولایتونو کې د سیلانیانو لپاره معیاري هوټلونه جوړیږي چې کارونه یې په ښه توګه جریان لري. در این حال مقامات وزارت اطلاعات و کلتور در این مدت زمان غرض بررسی و اصلاح رسانه ها از ایجاد یک طرح خبر می دهند که بر اساس آن حدود 150 رسانه تصویری، صوتی و یوتیوب چینل ها مطابق با پالیسی حکومت سرپرست اسلامی گردند. در همین حال حکومت در روشنی ارزش های دینی و کلتوری از فعالیت رسانه ها حمایت می کند. مقام های وزارت اطلاعات و کلتور میگن که برای حمایت از رسانه ها در آینده مشکل خبرنگاران برای دسترسی به اطلاعات حل خواهد شد. از سوی دیگر خبرنگاران شکایت دارند که بر اساس فرامین اخیر دسترسیشان به اطلاعات به مراتب نسبت به گذشته کاهش یافته است. برای نخستین بار در زون غرب کشور میان خبرنگاران و سخنگویان ادارات دولتی نشست هماهنگی از سوی وزارت اطلاعات و کلتور برگزار شد. مقام‌های این وزارت می‌گویند که هدف این نشست گسترش روابط میان خبرنگاران و سخنگویان ادارات دولتی محلی است. آنان می‌افزایند که حکومت سرپرست در چوکات ارزش‌های ملی و کلتوری به حمایت از فعالیت‌های رسانه‌ها متحد است و می‌افزایند که مشکل خبرنگاران برای دسترسی به اطلاعات حل می‌گردد. اوم داسې له پالیسی سره د بلتیا په مخه روزنه ورکول کیږي. نو له همدې ځایه تاسو ته رسنیوال ته ډاډ ورکوو چې له مخکې څه چې کوم خنډونه د اطلاعاتو لاسرسي په برخه کې موجود وله له دې وروسته به هغه نه وي. از سوی دیگر خبرنگاران و سخنگویان نیز بر افزایش این گونه نشست ها تاکید دارند و می افزایند که این گونه نشست ها برای هماهنگی میان آنان و دسترسی خبرنگاران به اطلاعات موثر تمام خواهد شد. در اداراتی که در چوکات خود ریاست نشرات یا سخنگویی ندارد نیاز است که حداقل با او اداره و با او وزارت صحبت بشه تا اینکه یک شخص از کارمندان مجرب و کارمندان ورزیده را مینیست ارتباط دهنده با رسانه ها تعیین کنند. چنین سمینارها برای سخنگویان و همچنان برای کسایی که در بخش نشراتی ارگانهای دولتی کار میکنند خیلی خوب است، بخاطر که یا بتانند امو اطلاعات به طریق مسلکیش، به طریق خوبش، به طریق آسانش به مردم اطلاع رسانی بکنند. در شرایط فعلی میبینیم که مشکلات هسته، نه اینکه نباشه، هسته بخاطر از اینکه یک خبرنگار وقتی که گزارش میخواد تهیه کنه زبان از اون مشخصه، حداقل در امروز باید به نشر برسه، به دسترس مردم قرار بگیره، ولی متاسفانه میبینیم در بعضی از ادارات کسی نیست پاسخگو. این نشست در زون غرب از سوی وزارت اطلاعات و کلتور در حال برگزار می شود که هنوز هم در اینجا شماری از ادارات اطلاعات دقیق و به موقع را به خبرنگاران شریک نمی سازند. رهبر امارت اسلامی به پلیس توصیه نموده تا با مردم رفتار نیک داشته باشد. رهبر امارت اسلامی در مراسم فراغت پلیس در کندهار تاکید کرده که پلیس علاوه بر رفتار نیک با مردم و حفاظت از بیت المال از بزرگان نیز اطاعت نماید. شیخ عبات الله آخونزاده قبل از این از کانال قوشتیپه نیز دیدن نموده بود و تطبیق پروژه های ملی را یگانه راه رهایی افغانستان از احتیاجات خوانده است. شیخ هیبت الله خانزاده رهبر امارت اسلامی در این اواخر به طور متواتر به مسئولین توصیه بر رفتار نیک با مردم را نموده است. هیبت الله به تازگی طی مراسم فراغت پلیس از اکادمی پلیس در کندهار با آنان توصیه نمود تا در هنگام اجرای وظیفه از رفتار نیک و نرمش با مردم کار گیرند. رهبر امارت اسلامی در این نشست که شمار از مقامات برجسته حکومتی هم در آن اشتراک داشتند تاکید ورزیده که پلیس علاوه بر رفتار نیک با مردم و حفاظت از بیت المال از اوامر بزرگان نیز اطاعت نمایند. شما مایوس نشوید، من به شما اطمینان می دهم که امارت اسلامی با گذشت هر روز در حال بهتر شدن است و ملت هم دوشادوش امارت اسلامی بیستد و ملت رویه نیک نماید، از بیت المال حفاظت کامل نموده تکبر و غرور نکنید. این امتحان الله جل جلاله است، کوشش نمایید که در آن کامیاب گردید. قبل از این نامبرده در جریان سفرش به ولایات شمالی برای نخستین بار از کانال قوشتیپه دو پل گذشته از این کانال خط آهن و راه‌های ترانزیتی دیدن به عمل آورده و اطمینان نشان داده است که با تطبیق پروژه‌های ملی افغانستان را از محتاج بودن به کمک‌های خارجی بی‌نیاز می‌سازد. کارشناسان سفرهای رهبر امارت اسلامی را به ولایات مؤثر می‌دانند و می‌افزایند که بدین ترتیب باور ملت بالای حکومت نیز بیشتر می‌گردد. دیدار رهبر امارت اسلامی افغانستان از قوشتیپه
این نشان میده که رهبری امارت اسلامی افغانستان اونا زیاد به قوشتپه و سایر پروژه های قوی زیاد ارزش قائل هستند. در این حال کارشناسان اقتصادی میگویند رهبر امارت اسلامی مانند کانال قوشتیپه با تطبیق پروژه های بزرگ دیگر توجه جدی نماید تا باشد با آن به هزاران تن زمین کاری نیز مساعد گردد. او که در ریل پتلی خواه تا گور البته دقیقا چه افغانستان دغه طبیعی زیر می چه دایم من افغانستان او البته طول نړی پا افغانستان ده دی حساب کوی ده دغو مدنیات و ویستل او ده دغو انتقال البته افغانستان چه طول نړی تا بل خصوص ده نړیوال تجارت ده پارا در ریل پتلی یا ده ورگاردی پتلی عالین او حیاتی ده او ده افغانستان ده هغ استراتیجیک اقتصادی ودی او ده پرمختګ ده پار البته هاغ تگلاری دی که قشتی پا ده او که ریل پتلی ده چه کولیسی افغانستان او خپلواک اقتصاد تورسی. رهبر امارت اسلامی در جریان سفر 14 روزه‌اش به ولایات شمالی کشور با مقامات مسئول، علمای دینی و بزرگان قومی دیدار کرده و خواستار عملی نمودن شریعت اسلامی از آنان گردیده است. افغانستان از ایران و پاکستان می‌خواهد تا با مهاجرین افغان رفتار نیک نماید. سرپرست وزارت امور خارجه می‌گوید تمامی کشورهایی که میزبان مهاجرین افغانند از صبر و تحمل کار گرفته و زمینه بازگشت مهاجران افغانستان را مساعد نمایند. از سوی دیگر کارشناسان نیز از کشورهای میزبان مهاجران افغان خواستند تا با توجه به اصول مهاجرت و موازین جهانی حقوق مهاجران را تامین نمایند. موږ له ټولو هیوادونو نه هیله کوو چې د مهاجرینو په راایستلو کې له زغم او احتیاط نه کار واخلي او تر اوسه چې څومره کوربتوب کړی د هغو مننه کوو او په راتلونکي کې هم له دې نه دا هیله لرو چې له افغان مهاجرینو سره ښه رویه وکړي او ښه کوربتوب او میلمه پالنه وکړي. خصوصا د پاکستان اسلامي جمهوریت او د ایران اسلامي جمهوریت چې څلوېښت کاله یې د میلیونونو افغانانو کوربتوب کړی ده او هیله ده چې دا پاتې وختونه هم په ښه نیت او ښه حوصله راسره تیر کی او مهاجرینو ته تکلیف و نه رسیږي او افغانان په خپل خوخه خپل هیواد ته راستانه سي. له ټولو هغو نړیوالو سازمانونو نه هم مننه کوو چې کلونه کلونه یې د مهاجرینو لاسنیوی کړی ده او لا یې هم کوي او هیله ده چې د افغانانو مرسته هم په کور دننه او هم د مهاجرینو په کیمپونو کې وسي، خصوصا د راتلونکي زمې دپاره ښه تدابیر ونیول سي. باشندگان دره نور ننگرهار در کنار جلوگیری از قطع جنگلات خواستار ذخیره سازی آبهای باران از سوی حکومت شدند. آنان میگن در هنگام آبیاری زمین ها با کمبود آب مواجهند و نیاز است تا با ساخت بندها آب باران ذخیره شود. مسئولان نیز این مشکل باشندگان محل را تایید میکنند و اطمینان میدهند که برای حل آن اقدامات جدی صورت میگیرد. باشندگان ولسوالی در این نور ننگرهار میگویند غرض آبیاری زمین های زراعتی با کمبود آب مواجهند و در هنگام بارندگی ها همین زمین های اندک هم به دلیل سیلاب ها از بین می رود و تخریب می شود. آنان تاکید می کند که جهت ذخیره سازی آب های بارانی و مسئولیت زمین های زراعتی باید کانال ها، سربند ها و دیوار های استنادی برایشان ساخته شود. غوښتنه دا ده چې که چېرته ته دغه ساحو کې لکه بوډیالۍ ده، عمله ده، سوتن دی، دغه څو نورې کریو کې د اوبو مشکلات سره مخ کړي، دوی دپاره که چک ډمونه جوړ شي نو هم به د سیلابونو مخنیوی شوی وي او هم به زموږ آینده کې دغه پسونو دپاره د اوبو یو ذخیره ولرو. مونږ ته چک ډمونه جوړ کړي او چک ډمونو سره سره واړه کانالونه مونږ ته هغه کړي که دلته چک ډمونو ته به د ښه ساحې لرو که کله چک ډمونه جوړ شه زموږ هغه د یو میاشت دو میاشت رودي موسمي بارانو سره چې اوبه راغلي دي او د هغې ذخیره شي بل د دغه اوبو ذخیره سره زمونږ کاریزونه چینی او ځنګلونه دا به ټول سره روښانه شي. باشندگان محل در هنگام بارندگی ها در مناطق وایگل، سیتن و شیمل ولسوالی مذکور در اشاره به لغزش سنگ ها و سنگریزه ها از کوه های بالای خانه های مردم میگویند این معذره به دلیل قطع جنگلات و میان آمده و از حکومت خواستار حل آن هستند. ننگرهار د کرن ریاست له مسئولینو مهیله هم داده چې په دغه ساحاتو کې د ولس او د حکومت په ګډه همکاري سره د ځنګلاتو په ساتنه کې همکاري وکړي، ځکه دا ډیر مهم رول لري او تر ډیره د طبیعي پیښو د خطراتو مخه نیولی شي. د دې تر څنګ که په دغسې ساحاتو کې چک ډیمونه رامنځته شي، له یوې خوا به
هغه د اوبو د ذخیره کېدو امکانات رامنځته وي، له بلې خوا به د دغسې طبیعي پیښو د رامنځته کېدو خطرات به کمی. مقامات محلی این مشکلات مردم را میپذیرند و اطمینان میدهند که در آینده نزدیک برای حل مشکلات مذکور یک سروی پروژه ها هم منظور شده اند. به گفته آنان با تطبیق این پروژه ها نه تنها مشکلات باشندگان در این نور حل و هموار می شود، بلکه ذره آن آب کافی باران برای زمین ها نیز ذخیره خواهد شد. من مؤسسات سره په همغږي یو، هغه باندې موږ کړه ده چې دغه هغه ولسوالیګانې چې هغه غریزي علاقې دي، آلته چې دی چې دمو ته ضرورت دی، د کانالو ته ضرورت دی، د سربندو ته ضرورت دی، نو هغه سره مو هم همغږي کړه ده او اطمینان را کړه ده چې په دې برخه کې موږ به پروژې راوړو او دلته به دغه برخو کې به موږ در سره کار کوو. آنان تأکید می‌ورزند که در حال حاضر حکومت سرپرست در برابر قطع جنگلات جدی است و در این نور به همکاری ملت چنان توافقی به میان آمده که بر اساس آن هیچ فرد اجازه قطع جنگلات را ندارد. جنگل چه اول شی نو بارانون هم کمخ سر سړی مخ کیږي، بل دا چې جنگل چه اول شی دی خوري تخریب راځي، دی تیګو خویدن راځي، دی خلکو کورونو تخریب راځي، د زمکو تخریب راځي، نو ان شاء الله زمونږ هوادوال دی خبره تجمن دی او موږ ته پوره تعهد را کړی دی چې هیڅ صورت کې هیڅ چاته اجازه نه ورکړي چې زمونږ جنگلونه ووهي. در این نور یکی از ولسوالی های ولایت ننګرهار است که در این اواخر توجه بسیار سیاحان به آن جلب شده، اما تاکید بر این است اگر به این ولسوالی توجه بیشتر صورت گیرد و علاوه بر ساخت و ساز سرکا در آن در بخش های صحت، تعلیم و سایر بخش ها کارهای بنیادی روی دست گرفته شود، پس روی زندگی مردم این ولسوالی هم تغییر مثبت رونما خواهد شد. در ولسوالی چهارکنت ولایت بلخ بیشتر باغ‌های سیب بر اثر آفات طبیعی خساره دیدند. باغداران با آنکه حاصلات این محصول را نسبت به گذشته خوب می‌دانند، اما از عدم حمایت ادارات زراعتی و آفات طبیعی شکایت دارند. از سوی دیگر مسئولین محلی با پذیرش این مشکل خواهان حمایت مقام‌های بلندپایه حکومت هستند. این باغ های سیب در ولسوالی چهارکنت ولایت بلخ است که بیشتر باشندگان این ولسوالی از این طریق ضروریات زندگی خود را مرفوع می سازند. عبدالحمید 75 ساله که بیشتر عمر خود را صرف کاروبار سیب و باغداری نموده است، می گوید تمام نیازهای خانواده خود را از این طریق مرفوع می سازد و می افزاید به حاصلات امسال آفات طبیعی زیان وارد کرده و سوی جسد زراعت این ولایت نیز هیچ نوع کمک باوی صورت نگرفته است. نه تنها عبدالحمید بلکه شمار دیگر از باغداران با وجود آن که از حاصلات امسال خرسندی می کنند، اما از عدم حمایت اداره های زراعتی نیز شاکی اند. البته ما این میره که درخشاندم یک 30 سال شده، آن 2 سال بعد 3 سال بعد یک حاصل میته، سال یک لگ یک و نیم لگ در آمد ما میشه، مقصد خوب میشه. یعنی این سال که کریم زده و قدر چیزی نیسته، یعنی باغای همگی امسال حاصلات خوبیش است، بد نیسته، تنها اینمی که دوا کم رسی مکنه، برای ما خو نرسید از طرف زراعتم. خواست ما اینمی هست که باید در ما دوا برادر جان همکاری بکنن، این عویزی کم است که عویزی یکان چا بکنن، چام خواب همینجا بر آمدن. اینمی خواست ما اینمی چیز هستن دیگه، دیگه یک ذرا کود مود کمک بکنن که از خاطری که نزید درخت های کمری رشد بکنه. از سوی دیگر شماره از کارباریان در ولسوالی چهارکنت از کمرنگ بودن بازار فروش سیب شکایت دارند و می افزایند که نسبت به گذشته حاصلات این محصول خوب است، اما به گفته آنان ضعف اقتصادی مردم جلو گسترش فروشات را گرفته است. همینجا مقصد میاریم از سیب که میان تابشا هم هستیم، فروشات که هستیم یا کم یا زیاد بایی نداره، یک کیلو سیب در پا 20 روپا 5 روپا در پا روز بازار است، دیگر روزش خوب است، کم کم در بایی میرسه. پارسال که بود یک ذره سیب کم بود اینجا منطقه سیب نشده بود، از خاطر امو یک ذره قیمتی بود دیگر. این سال شکر به خدا وسیلات خوب است، یک ذره ارزانتر است دیگر. کاش که مثلا برادر دولت برادر یک سرخانه جور کند سیب ها مثلا زودتر برادر خراب نشود. با این همه مسئولین محلی ولسوالی چهارکنت نیز این معضل را میپذیرند، لیکن برای حل آن از گفتگو با اداره های مربوطه خبر میدهند و تاکید دارند که به زودی به این معضل رسیدگی صورت خواهد گرفت. اگر سرده جور شما میتونیم ما جریب ها رو ما شما از سیب چی کنیم؟ باغ جور کنیم و سیب در هر جایی میشه، چون آب و هوای سرد داره، سیب چهارکنت در تمام افغانستان نابترین سیب میباشد. در اینجا سیب زرد، سیب سرخ، سیب گاجه، انواع و اقسام سیب میباشد. در حدود 200 یا بالاتر از 200 جریب زمین سیب باشه،
دیگه هنوز مردم این یک فرهنگ برای مردم در هر جای برای خود صده میسازن، اوزای کانکریتی میسازن، سیب غرس کرده رایسته و انکشاف داده رایسته. باغداران ولسوالی چارکنت بلخ در حال از عدم همکاری ادارات زراعتی و زیانهای آفات طبیعی شکایت دارند که در جریان سال گذشته حوادث طبیعی مانند بارانهای شدید و جاری شدن سیلاب ها در بسیاری از ولایات کشور محصولات زراعتی را از بین برده و به دهقین و باغداران خسارات انگفت مالی را وارد کرده است. اکنون چند خبر از جهان. روسیه ده‌ها هزار نیروی تازه را به صفوف اردوی خود جذب می‌نماید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور به مسئولین نظامی و اداره‌های دفاعی روسیه دستور داده تا 180 هزار نیروی تازه را در اردو جذب نمایند. از سوی دیگر مقام‌های امنیتی این کشور جابجایی افراد تازه در اردو به طور تدریجی را تقاضای شرایط کنونی جهان خواندند. بر بنیاد گزارش‌های بین‌المللی، جذب افراد تازه در اردوی روسیه شمار اردوی این کشور را در جهان پس از چین افزایش خواهد داد که شمار کلی آن به 2,380,000 تن خواهد رسید. گزارش‌ها می‌رساند که روسیه سومین بار است که در جنگ نزدیک به 2 سال با اوکراین افراد تازه را به اردو جذب می‌نماید. در حملات تازه نیروهای اسرائیل بر غزه نزدیک به 40 فلسطینی شهید شدند. اداره مسئولیت افراد ملکی در فلسطین گفته است که در نتیجه حملات تازه نیروهای اسرائیلی از روز گذشته بدین سو 38 تن شهید و 10 فرد دیگر زخم برداشتند. در همین حال آنتونیو بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا برای برقراری آتش بس در غزه و آغاز دوباره مذاکرات میان کشورهای میانجی سفر 3 روزه خود را به مصر آغاز کرده است. بر اساس گزارش ها پیشنهاد تازه اسرائیل در مذاکرات آتش‌بس در غزه که پروسه آتش‌بس را به تأخیر انداخته سپردن قلمرو و سرحد مصر و رفح به نیروهای این کشور است که جنبش اسلامی حماس به شدت با آن مخالفت نموده است. دونالد ترامپ دلیل حمله مسلحانه دوم بر وی را اظهارات اخیر جو بایدن و کامالا هاریس بر ضد او خوانده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا که روز گذشته مورد حمله مسلحانه از سوی یک فرد مهاجم قرار گرفت گفته است که این حمله تلاش تبلیغات منفی جو بایدن رئیس جمهور و کامالا هریس معاون وی بود. ترامپ افزوده که جو بایدن و هریس وی را به نقض دموکراسی متهم کردند. شمار از رسانه‌های بین‌المللی گزارش دادند که فرد مهاجم که بر ترامپ حمله مسلحانه نمود حامی جدی اوکراین و مخالف موقف ترامپ در برابر این کشور بود. بیننده‌های گرامی، این بود خبرهای این ساعت که تقدیم شما شد. سپاسگزارم از توجه و همراهیتان. بقیه اوقاتتان خوش. الان نگهدار.